خطبه متقین. گفته شده یکی از یاران پرهیزکار امام علیه السلام به نام حمام گفت: ای امیر مؤمنان، پرهیزکاران را برای من آنچنان وصف کن که گویا آنان را با چشم می نگرم. امام علیه السلام در پاسخ او درنگی کرد و فرمود: ای حمام، از خدا بترس و نیکوکار باش که خداوند با پرهیزکاران و نیکوکاران است. اما حمام دست بردار نبود و اصرار ورزید تا آنکه امام علیه السلام تصمیم گرفت صفات پرهیزکاران را بیان فرماید. پس خدا را سپاس و ثنا گفت و بر پیامبرش درود فرستاد و فرمود: پس از ستایش پروردگار، همانا خداوند سبحان پدیده ها را در حالی آفرید که از اطاعتشان بی نیاز و از نافرمانی آنان در امان بود، زیرا نه معصیت گناهکاران به خدا زیانی می رساند و نه اطاعت مؤمنان برای او سودی دارد. روزی بندگان را تقسیم و هر کدام را در جایگاه خیش قرار داد. اما پرهیزکاران در دنیا دارای فضیلت‌های برترند. سخنانشان راست، پوشش آنان میان روی و راه رفتنشان با تواضع و فروتنی است. چشمان خود را بر آنچه خدا حرام کرده می پوشانند و گوش‌های خود را وقف دانش سودمند کردند و در روزگار سختی و گشایش حالشان یکسان است. و اگر نبود مرگی که خدا بر آنان مقدر فرموده، روح آنان حتی به اندازه برهم زدن چشم در بدنها قرار نمی گرفت از شوق دیدار بهشت و از ترس عذاب جهنم. خدا در جانشان بزرگ و دیگران کوچک مقدارند. بهشت برای آنان چنان است که گویی آن را دیده و در نعمتهای آن به سر می برند و جهنم را چنان باور دارند که گویی آن را دیده و در عذابش گرفتارند. دلهای پرهیزکاران اندوهگین و مردم از آزارشان در امان، تنهایشان لاغر و درخواستهایشان اندک و نفسشان عفیف و دامنشان پاک است. در روزگار کوتاه دنیا صبر کرده تا آسایش جاودانه قیامت را به دست آورند، تجارتی پرسود که پروردگارشان فراهم فرموده. دنیا میخواست آنها را بفریبد، اما عزم دنیا نکردند. میخواست آنها را اسیر خود گرداند که با فدا کردن جان خود را آزاد ساختند. پرهیزکاران در شب برپای ایستاده مشغول نمازند، قرآن را جز جز و با تفکر و اندیشه میخوانند. با قرآن جان خود را محزون و داروی درد خود را می‌یابند. وقتی به آیه‌ای برسند که تشویقی در آن است، با شوق و طمع بهشت به آن روی آورند و با جان پرشوق در آن خیره شوند و گمان می‌برند که نعمت‌های بهشت برابر دیدگانشان قرار دارد. و هرگاه به آیه‌ای می‌رسند که ترس از خدا در آن باشد، گوش دل به آن می سپارند و گویا صدای برهم خوردن شعله های آتش در گوششان تنین افکن است. پس قامت به شکل رکوع خم کرده، پیشانی و دست و پا بر خاک مالیده و از خدا آزادی خود را از آتش جهنم می طلبند. پرهیزکاران در روز دانشمندانی بردبار و نیکوکارانی با تقوا هستند که ترس الهی آنان را چونان تیر تراشیده لاغر کرده است
کسی که به آنها می نگرد می پندارد که بیمارند، اما آنان را بیماری نیست، و می گوید مردم در اشتباهند، در صورتی که آشفتگی ظاهرشان نشان از امری بزرگ است. از اعمال اندک خود خوشنود نیستند و اعمال زیاد خود را بسیار نمی شمارند. نفس خود را متهم می کنند و از کردار خود ترسناکند. هرگاه یکی از آنان را بستایند، از آنچه در تعریف او گفته شد در هراس افتاده می گوید من خود را از دیگران بهتر می شناسم و خدای من مرا بهتر از من می شناسد. بار خدایا مرا بر آنچه می گویند محاکمه نفرما و بهتر از آن قرارم ده که می گویند و گناهانی که نمی دانند بیامرز. و از نشانه های یکی از پرهیزکاران این است که او را این گونه می بینی. در دینداری نیرومند، نرم خو و دوراندیش است، دارای ایمانی پر از یقین، حریص در کسب دانش، با داشتن علم بردبار. در توانگری میانه رو، در عبادت فروتن، در تهیدستی آراسته، در سختی ها بردبار، در جستجوی کسب حلال، در راه هدایت شادمان و پرهیز کننده از طمع ورزی می باشد. اعمال نیکو انجام می دهد و ترسان است، روز را به شب می رساند با سپاس گذاری و شب را به روز می آورد با یاد خدا. شب می خوابد اما ترسان و بر می خیزد شادمان. ترس برای اینکه دچار غفلت نشود و شادمانی برای فضل و رحمتی که به او رسیده است. اگر نفس او در آنچه دشوار است فرمان نبرد، از آنچه دوست دارد محرومش می کند. روشنی چشم پرهیزکار در چیزی قرار دارد که جاودانه است و آن را ترک می کند که پایدار نیست. بردباری را با علم و سخن را با عمل در می آمیزد. پرهیزکار را می بینی که آرزویش نزدیک، لغزش‌هایش اندک، قلبش فروتن، نفسش قانع، خوراکش کم، کارش آسان، دینش حفظ شده، شهوتش در حرام مرده و خشمش فرو خورده است. مردم به خیرش امیدوار و از آزارش در امانند. اگر در جمع بیخبران باشد، نامش در گروه یادآوران خدا ثبت می گردد. و اگر در یادآوران باشد، نامش در گروه بیخبران نوشته نمی شود. ستمکار خود را عفو می کند. به آن که محرومش ساخته می بخشد. به آن کس که با او بریده می پیوندد. از سخن زشت دور و گفتارش نرم. بدیهای او پنهان و کار نیکش آشکار است. نیکیهای او به همه رسیده، آزار او به کسی نمی رسد. در سختیها آرام و در ناگواریها بردبار و در خوشیها سپاسگزار است. به آن که دشمن دارد ستم نکند و نسبت به آن که دوست دارد به گناه آلوده نشود. پیش از آن که بر ضد او گواهی دهند به حق اعتراف می کند و آنچه را به او سپرده اند ضایع نمی سازد و آنچه را به او تذکر دادند فراموش نمی کند. مردم را با لقبهای زشت نمی خواند. همسایگان را آزار نمی رساند و در مصیبتهای دیگران شاد نمی شود. و در کار ناروا دخالت نمی کند و از محدوده حق خارج نمی شود. اگر خاموش است سکوت او اندوهگینش نمی کند
و اگر بخندد آواز خنده او بلند نمی شود و اگر به او ستمی روا دارند صبر می کند تا خدا انتقام او را بگیرد. نفس او از دستش در زحمت ولی مردم در آسایشند. برای قیامت خود را به زحمت می افکند ولی مردم را به رفاه و آسایش می رساند. دوری او از برخی مردم از روی زهد و پارسایی و نزدیک شدنش با بعضی دیگر از روی مهربانی و نرمی است. دوری او از تکبر و خودپسندی و نزدیکی او از روی حیله و نیرنگ نیست. سخن امام که به اینجا رسید، ناگهان حمام ناله ای زد و جان داد. امام علیه السلام فرمود: سوگند به خدا من از این پیش آمد بر حمام می ترسیدم. سپس گفت: پندهای رسا با آنان که پذیرنده آنند چنین می کند. شخصی رسید و گفت: چرا با تو چنین نکرد؟ امام علیه السلام پاسخ داد: وای بر تو، هر عجلی وقت معینی دارد که از آن پیش نیفتد و سبب مشخصی دارد که از آن تجاوز نکند. آرام باش و دیگر چنین سخنانی مگو که شیطان آن را بر زبانت رانده است.